سلام، روزتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. امروز تو این ویدیو میخوایم راجع به یه سری باف و نرف که قرار چهارشنبه همین هفته اپلای بشه صحبت بکنیم و همچنین اینکه احتمال این وجود داره که 10.26 رو ما خیلی زود داشته باشیم. بریم خیلی سریع برگردیم راجع به این دو تا مسئله توضیح. خب تو این قسمت ویدیو میخوایم دیسکورد بوست آمینوفن رو بهتون معرفی کنیم که خدمات خیلی زیادی برای هر سه تا حوزه ورلد آف وارکرافت میده، برخلاف خیلی جاهای دیگه که میگن شرایط خوب نیست، کسی ازمون کرنسی توی بازی رو نمیخره و خیلی چیزهای دیگه. میبینید من پینک های خیلی زیادی برای همین قسمت دارم که دیگه واقعا گویای این مسئله هست که دیگه اینجا شما میتونید تقریبا همه کاری تو دنیای ورلد آف وارکرافت انجام بدید. حتما به دیسکوردشون سر بزنید، از خدماتشون استفاده کنید و بریم ادامه ویدیومون رو داشته باشیم. اما توی بخش اول ویدیو میخوایم راجع به نرف های پی وی پی صحبت بکنیم که بعد از AWC طبیعی بود این نرف ها بیاد و دمون هانتر به شدت قدرتمند بود، هاوک اونجا روگ اوتلا به شدت قدرتمند بود و طبیعی بود که یه سری نرف ها براشون بیاد و اینها هم طبیعتا بلیزارد گذاشت AWC تموم بشه که اون مشکلات مسابقات پیش نیاد. مثلا اگه یه تیمی داره وار بازی میکنه و یه دفعه وارشون نرف شه، اون مشکلات براشون پیش نیاد، یا مثلا داره روک بازی میکنه یا اون اشتباه براشون پیش نیاد، گذاشت AWC این تیکه این جامش تموم بشه و بعدش حالا اعلام کنه یه سری نرف های قراره. اما خیلی سریع بریم وارد بخش دوم ویدیومون بشیم، راجع به باف و نرف های پی وی ای صحبت بکنیم، همون بخشی که خیلی هاتون به خاطرش اینجایید. و اولین باف و نرفی که قرار راجع بهش صحبت بکنیم، یا اولین بافی که قرار راجع بهش صحبت بکنیم، رجوونیشن درویده که رجوونیشن دروید رو 12% باف کردن. و اگر بخوام براتون یه توضیحی بدم، دروید های رستوریشن بیشترین حجم استفاده شون از رجوونیشن توی ریده و سمت رید زمانی که بازی میکنن یه حدود 30-35% توتال هلینگشون مربوط به رجوونیشن دروید های رستوریشن توی رید، عملا بات رجوونیشنن، دائما روی تارگت های مختلف دارن رجوونیشن میندازن. و حالا که یک اسپلشون 12%، شاید بشه گفت مهمترین اسپلشون 12% باف شده، مثل این میمونه اگر یه ضرب تقسیم ساده داشته باشیم یه چیزی حدود 3.5-4% توتال هلینگ باف شدن که رقم به شدت زیادیه. و دروید رستوریشن رو برای ادامه همین سیزن و احتمالاً سیزن 4 که حالا خبرهاشو در ادامه ویدیو میدیم میتونه خیلی قدرتمند بکنه. اما دومین کلاس، یا بهتر بگم اسپکی قرار روی بسید صحبت بکنیم، پرزرویشن ایووکره که پرزرویشن ایووکر رو ما توی رده بندی و رنکینگی که راجع به سیزن 4 صحبت کردیم جزو کلاس های خوبمون قرار دادیم، گفتیم دی پی اس فوق العاده زیادی داره با توجه به تیرستی که براش انتخاب شده و اشتباه نکنم تیرست سیزن 1ش بود و به کمک اون میتونست دی پی اس خیلی خوبی بده، ولی لازم بود که هلینگ خیلی خوبی هم داشته باشه. اگر یادتون باشه توی سیزن 1 چجوری بود، سیزن 1مون ما با ایووکر پرزرویشن شروع خیلی قدرتمند داشتیم، خیلی که استون های بالایی تو حساب پرزرویشن ایووکر ها بزنن، ولی بعدش پالادین ها و شامن ها هجوم آوردن و از روی پرزرویشن عملا رد شدن و دوباره اون تاپ رو از دست داد. حالا بلیزارد داره سمت هلینگش رو هم باف میکنه، حالا که تیر ست سیزن 1ش انتخاب شده و دمیج خوبی میده و سمت هلینگش هم نیاز به باف داره و این باف ها رو داره براش انجام میده. مثلا نگاه کنید اینجا بهش 2% فلت هلینگ دان دادن، بعضی از تلنت هاشو باف کردن که به صورت کلی قدرتمندتر از قبل بشه و اینها شاید بتونه جایگاهش رو برای قسمت هلینگش هم قدرتمند کنه. و همین یه خط کافیه، همین یه خط 2% فلت هلینگ دان دادن به پرزرویشن ایووکر. اما توی قسمت بعدی باید راجع به هانتر هامون صحبت بکنیم که هم مارکسمن هم سوریوال هر کدوم 3% اورا باف گرفتن. اورا باف یعنی چی؟ تو اصطلاح ورلد آف وارکرافت اورا باف معنی باف کردن تمامی ابیلیتی ها و حالا پت ها و این هاتونه و هم مارکسمن هم سوریوال 3% باف گرفتن. اگر یه لحظه بریم توی وارکرافت لاگز ما این تیکر رو هم ببینیم، میبینید این استاتستیکس اوورال امیر راسیله. توی امیر راسیل با لاگ های 95 و بالاتر میتیک که دیگه قاعدتا قبول داریم پلیرهای خوبیان، اگه دقت کنیم سوریوال و مارکسمن این کف جدول قرار گرفتن و این اصلا جایگاه خوبی برای اسپک های مختلف یک کلاس نیست. اگه بالاترش رو نگاه کنید 20 مستری قرار گرفته، یعنی سه تا اسپک یک کلاس
اون رتبه های آخرن، تو 5 تای آخرن و این به شدت برای یک کلاس بده. حالا بلیزارد میخواد توی شروع سیزن 4 تقریبا با باف کردن اسپیک های مختلف هانتر یکم وضعیت نرمالی بهشون بده. هانترها اصلا اوضاع خوبی ندارن، اما اگر ما با هانترمون DPS خوب نمیدیم به این معنی نیست که کلاسمون نرفه. میخوام این رو به صورت عدد بهتون نشون بدم چون ریاضی اشتباه نمیکنه. شما نگاه کنید مثلا وار فیوری DPS 2 هانترها همه اون DPS های آخرن، وار فیوری اوریج اسکور شده 90.6 90.6 و این خیلی خوبه و پایین ترین هانترمون که مارکسمنه 85.7ه، یعنی یه چیزی حدود 4% اختلافشونه، اختلاف اسکورشونه و این نباید دلیل بشه که مثلا یکی داره 100 کی دی پی اس میده یکی داره 300 کی دی پی اس میده. اگر اختلافتون اینقدر زیاده قاعدتا مشکل توی روتیشن و جای دیگه است، نه صرفا نرف و باف بودن کلاس. این رو اشتباه نگیرید زمانی که ما داریم بهتون استاتستیکس و اینا نشون میدیم که مثلا میگه آی کلاس من نرفه، کلاس من ضعیفه. چون همین دیروز که ما رید رفتیم دو سه تا هانتر داشتیم متاسفانه اوضاع چندان خوبی نداشتم، برای همین گفتم که من این قضیه رو تاکید کنم، نگن کلاسمون نرفه، نه کلاستون اوضاعش خیلی خوبه و لاگ 95 شما با لاگ 95 مثلا فیوری وار اختلافش اینقدر اونقدر بالا نیست. اسپک بعدی که قرار راجبش صحبت بکنیم میج و به صورت تخصصی فراستشه. فراست اگر یادتون باشه ما تو اون ویدیویی که راجب ویند واکر صحبت کردیم ویند واکر رو باف کرده بودن گفتیم، حالا که دارن این سری اسپک ها رو باف میکنن، اگه یادم نیست دقیق چی بود، بالانس بود و یه سری چیزها گفتیم اون زمان که دارن اینها رو باف میکنن توی نوبت باف بعدی باید به سراغ مثلا دیستراکشن و فراست و اینها بریم، که الان ما فراست رو اینجا میبینیم. فراست اسپل های مختلفش بین 25% تا 5% باف شده. دوباره برگردیم توی وارکرافت لاگز فراست رو ببینیم، فراست بالای هانترها قرار گرفته و این باف قطعا میتونه به فراست کمک کنه یه جایگاه بهتری برای خودش پیدا کنه. اما اسپک بعدی که بر راجبش صحبت بکنیم میس ویور قول سیزن 3 که توی رید و حالا میتیک پلاس عملا تونسته خیلی از اسپک های دیگه رو زیر سایه خودش نگه بداره و بلیزارد تصمیم گرفته قبل از اینکه سیزن 4 رو شروع کنه 6% اوورال هلینگش رو نرف کنه. ما مثلا اینجا یه بافی مثل این رو گفتیم باف به شدت قدرتمنده، یه بافی مثل این 2% رو گفتیم به شدت قدرتمنده و شما نگاه کنید یهو 3 برابر اون باف این کلاس داره نرف میشه. اما در ازای این نرف اوورال هلینگ یه سری از هلینگاش مثل شیلون گیفت و جید فایر استامپ و اکسپل هارم و اینها رو باف کردن که بتونن یه بالانس نسبتا خوبی ایجاد کنن. توی وارکرافت لاگز میتونیم رو با مثال نگاه کنیم، میبینید توی هلینگ های لاگ 95 باس های میتیک میس ویور با چه اختلافی از هیلر 2 جلوتره. ما راجع به اختلاف هولی پریست و میس ویور صحبت نمی کنیم، ما راجع به اختلاف همین دوتای اول صحبت می کنیم، 99 و 12 در مقابل 93، یعنی تقریبا 6 تا اسکور اختلاف و این رقم به شدت زیادیه و لازم بود که این نرف انجام بشه. این نرف که انجام بشه مثلا میسیویر رو میاد روی این خط ثانویه قرار میگیره و اختلافش با بقیه هیلرها بهتر میشه، پرزرویشن یکم میاد بالاتر، دروید یکم میاد بالاتر، یکم اوضاعشون بالانستر میشه، اینقدر اختلاف اصلا چیز جالبی نیست. اما توی قسمت آخر این ویدیومون باید راجع به دوتا اسپک ساب و الیمنتال صحبت بکنیم. الیمنتال به صورت اوورال 3% باف شده و ساب اویسریت 6% نرف شده که حالا هر دوتا اینا رو میخواییم تو وارکرافت لاگز با هم ببینیم. اولین لاگی که براتون، اولین قسمتی که براتون وا کردیم قسمت استاتستیکس که الیمنتال رو هم میبینید زیاد جایگاه خوبی نداره. میج فراست و هانترها اینجان، الیمنتال هم دو سه تا بالاتره و این 3% باف شاید به الیمنتال کمک کنه تا این وسط ها بتونه یک دو سه تا پله حداقل بالا بیاد و تا ابتدای سیزن 4 یه اوضاعی نسبتا بالانسی با این هانسش داشته باشه که نگن اوه این هانس خیلی قویه الیمنتال خیلی ضعیفه حتما باید این هانس بازی کنیم و این یه بالانسی بین دو تا اسپک دی پی اس یک کلاس برامون ایجاد میکنه. اما اینجا اگه دقت کنید یه اختلاف عجیب غریبی بین روگ ساب و فیوری وار وجود داره که به عنوان اول و دومه، یه چیز شبیه به همون ریسیوره که پیش از این توضیح دادیم و حالا میخواییم بریم سراغ روگ ساب. توی روگ ساب ما یه لاگ باس سینگل تارگت باز کردیم به عنوان جایی که اویسریت دمیج به شدت زیادی میزنه،
یعنی کل فوکس ما شاید بشه گفت روی اویسریتر. اویسریتر این پلیر حدود 32.5% بوده. اگر ما یه ضرب و تقسیم داشته باشیم 6% دمیج اویسریت این پلیر نرف شده باشه، اگر یه ضربی بکنیم مثلا 6 ضرب در حدود 30% بکنیم، یه چیزی حدود 1.8% توی سینگل تارگت اوورال روگ قرار چهارشنبه نرف بشه. حالا توی ایوی این درصد میاد پایین تر، البته توجه داشته باشید روی دمیج شادو اویسریت هم میتونه تأثیر بذاره، یعنی یه چیزی شاید بیشتر از 2%, 2.5%, نزدیک 3% روگ توی سینگل تارگت نرف میشه. حالا توی ایوی این رقم کمتره چون ما درصد اویسریت هایی که استفاده میکنیم کاهش پیدا میکنه، ولی به صورت کلی توی سینگل تارگت میخوان از قدرت روگ کم کنن. روگ به شدت توی سینگل تارگت قویه، بهتون نشون دادیم توی اون گراف های مختلف چه اختلافی داشت، یه اختلافی شبیه به میسیویر داشت به اصطلاح، و لازم بود که این نرف انجام بشه. اما حالا که اینقدر راجع به سیزن 4 و این ها هم صحبت کردیم، بریم یه خبر رو هم ببینیم که این خبر هم دیشب منتشر شد، عملا شاید بشه گفت امروز صبح ساعت 5 صبح منتشر شد، اگه بخوایم بهتر بگیم ببینید 12 ساعت و نیم پیش بوده. و چی گفته؟ گفته روز سه شنبه، حالا برای آمریکا چون آمریکا ریستش سه شنبه است، روز سه شنبه برای آمریکا ما اون تایمی که سرور هامون آفه حدود 8 ساعته. به صورت عادی مینتننسمون یه چیزی حدود مثلا 1 ساعته، یه چیزی حدود 1.5 ساعت تهش 45 دقیقه است، یه چیزی تایم خیلی کمیه. ولی وقتی قرار 8 ساعت سرورها آف باشه، یعنی ما باید منتظر خبرهای خیلی خوبی باشیم. مثلا برای روز 19 مارچ ما باید، یعنی 2 هفته آینده، ما باید منتظر پچ 10.26 و شاید به زودی منتظر سیزن 4 باشیم. و این حالا آپدیت گسترده‌ای که قراره روز چهارشنبه یا روز سه‌شنبه برای آمریکا و روز چهارشنبه برای اروپا انجام بدن، میتونه پایه‌ساز پچ 10.26 باشه. با توجه به اینکه پچ 10.26مون کلاً به صورت آفلاین بوده و هیچ پی تی آری نداشته و اینها، باید منتظر خیلی خبرهای خوبی از سمت بلیزارد باشیم که امیدوارم این اتفاق بیفته. و بعد از یه چیزی حدود 5 ماهی که الان از سیزن 3 گذشته، دیگه کم کم باید آماده بشیم بریم توی سیزن 4، چون این 12 مارش قشنگ میشه شروع ماه ششم سیزن آیندهمون، سیزن 3 مون، که این به شدت میتونه پچو طولانی کنه و لازمه یه سری کانتنت جدید وارد بازی بشه. و با این توضیحات ویدیوی امروزمون تموم میشه و سعی میکنم این ویدیوهای این سبکی که ما باف و نرف ها رو با دقت بیشتری توضیح میدیم، با لاگ و اینها بهتون نشون میدیم، رو با دقت بیشتری بسازم در آینده، که اون دسته از پلیرهایی که شاید زیاد با ورلد آف وارکرافت ارتباط ندارن یا مثلا تازه کارن، بتونن آشنایی بهتری با ورلد آف وارکرافت پیدا کنن. ممنون که وقت گذاشتید ویدیومون رو دیدید. فعلا خدا نگهدار.